با نام یاد خدای بخشنده و مهربان، عزیزان همیشه همراه، سلام های گرم پذیرا باشین. تقدیم میکنم به همه شما عزیزانی که همیشه و همیشه با برنامه های روشنا و شبکه هادی تیوی بخش فارسی دری همگام همراه هستین. یک جهان سپاس از حضور گرم همه شما عزیزان بیننده. امیدوار هستیم که از این روزها و فرصت هایی که میگذره به خوبی استفاده کنیم. بهار ما گذشت، بهار با همه او زیبایی ها و طراوت ها و گل های زیبایش گذشت و وارد اولین روز تابستان شدیم. امیدوار هستم که بهترین تابستان در پیش رو داشته باشیم و از این گذر عمر و فرصت هایی که به سرعت میگذره انشالله که به خوبی استفاده کنیم، چرا که فرصت ها را غنیمت بشماریم. عمر به سرعت میگذره. همراهی کنین برنامه روشنا را هم امروز و تا آخرین لحظات همراه ما باشین. مثل همیشه یک برنامه ریزی دقیق داشته باشین که تایب برنامه روشنا را متوجه باشین و با ما همگام و همراه باشین. عزیزانی که در برنامه های قبل هم همراه ما بودن، ما روزهای پنجشنبه در رابطه با روش های تربیتی امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه گفتگو میکردیم و بسیاری از روش های تربیتی را در هفته پیش بیان کردیم. البته چون وقت زیاد باقی نبود، ما فقط تانستیم دو مورد او را بررسی کنیم و امروز در ادامه باز هم با شما عزیزان هستیم. خانم عالمی عزیز هم کارشناس ما هستند، یک سلام علیکی تقدیمشان کنیم و خوش آمدید هم بگوییم. سلام خانم عالمی، خوش آمدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم به شما همکار عزیزم و همه بینندگان محترم، انشالله که جور و صحتمند باشن. زنده باشین، تشکر، جان سپاس. اگر ما از روی آگاهی و بینش در رفتارهای ما، گفتارهای ما و اعمال ما پیش ببریم زندگی ما را، مطمئن باشیم که زندگی و آگاهانه و زندگی که از روی بینش و آگاهی باشه یک زندگی صحیح و کاملا درست خواهد بود. رفتار ما، گفتار ما و بسیاری از عملکردهای ما در زندگی باید آگاهانه باشه. آگاهی از وجود خود ما، از رفتارهای خود ما و آگاهی از این دنیایی که زندگی میکنیم و بینش از جهان آخرت، همه اینها به ما کمک میکنه که زندگی آگاهانه داشته باشیم و یک زندگی بسیار خوب و صحیح را پیش ببریم. و در برنامه پیش ما، در برنامه قبل در رابطه با روش تربیتی تذکر صحبت کردیم. یکی از روش های تربیتی میتونست تذکر و یادآوری باشه و ای که انسان خب به هر حال فراموشکار هست و در این فراز و نشیب های زندگی و سختی های زندگی فراموش میکنه و در غفلت به سر میبره و این یادآوری ها و تذکر ها هست که انسان میتونه دوباره از غفلت بیرون بیاره. و امروز ببینیم که خانم عالمی چه روش های تربیتی را برای ما و شما بیان میکنن. خانم عالمی میشنویم صحبت های خوبتانه. بله، یکی از روش هایی که خب بسیار هم، یعنی از روش هایی هست که خب صرفا در تربیت اسلامی مطرح نیست، بلکه یک روشی هست که روانشناسان حتی بسیار تاکید دارن در زمینه تعلیم و تربیت، بحث روش استفاده از احترام و تکریم شخصیت افراد هست. بله، خب احترام خودتون میدونین که به معنی ارزشمند قائل شدن برای یک فرد هست، حالا نسبت به یک رفتار هست یا یک رفتار عملی نشان بدیم که خب برای او ارزشمند قائل هستیم، یا یک ذهنیت ارزشمند نسبت به یک شخص داشته باشیم. درست. خب به این میگن احترام گذاشتن. بله. و خود همین احترام گذاشتن که بر اساس خب یک اصل کرامت انسانی هستن، یعنی اینکه یک شخص مورد احترام قرار بگیره، حالا میتونه در هر ردی سنی باشه، فرق نمیکنه، میتونه در قالب یک کودک باشه یا یک شخص بزرگسال باشه. بله. خب اصل کرامت انسانی میگه که هر شخص محترم هسته. بله. خب اصل کرامت انسانی چیست؟ یکی از اصولی هست که خب همه ما میدونیم، مثل بسیاری از اون چیزهایی که هست، که نعماتی هست که خداوند در وجود انسان قرار داده، یعنی بله. کرامت انسانی جزء اون عطایا بخششی هست که خداوند از زمانی بله. که انسان بله. خلق شده، یعنی زمانی که انسان پا به این جهان میگذاره با کرامت متولد میشه و خلق درست. میشه بله. خب یک اصلی هست که خداوند برای در حفظات هر انسان او را قرار داده. لقد کرمنا
لقد کرمنا بنی آدم، درسته؟ دقیقا. که ما انسان ها را محترم یعنی ارزشمند آفریدیم، به اونها کرامت قائل شدیم. و این اصل خب یک اصلی هست که هم در دین ما پذیرفته شده و هم یک اصل کاملا انسانی هستن، یعنی حتی حقوق طبیعی که یک حقوقی هست که خارج از حوزه دین و مذهب هست، مثلا لیبرالیسم هم اینها حتی قائل هستن به حق کرامت انسانی، که همطور خودتون میدونین که در بسیاری از معاهدات بین المللی در همین منشور حقوق بین الملل در حقوق بشر بحث کرامت انسانی بسیار تاکید شده، این جزء اصول اساسی افراد هست، جزء حقوق اساسی افراد هست، درسته؟ و این پذیرفته شده. حالا ممکن هست اونها منشأش فرق کنه، یعنی حتی ما اگر ما ببینیم که در منشور بین الملل وقت نگاه میکنیم که بحث کرامت انسانی را تعریف میکنه، هیچ اشاره به این نمیکنه که خب این کرامت انسانی یک چیزیست که از سمت خداوند به انسان عطا شده، یعنی به اون منشأش اشاره نمیکنه، که خب شاید اینها هم مغرضانه بوده، اونها میخواستن که در اون زمانی که این وقتی که این منشور نوشته بشه، خب میخواسته که دل تمام افراد را به دست بیارن، هم خدا گرایان و هم طبیعت گرایان، مادی گرایان، اونها را هم میخواستن با خودشان همراه کنن، یعنی که کرامت انسان از طرف خداوند هست، دقیقاً از سمت خداوند، و خب میتونه که در وجود خود انسان هم به صورت ذاتی هم باشه، درسته؟ همین ذاتی است، ولیکن همین میتونه به صورت اکتسابی حتی کسب بشه. کسب بشه به این شکل هست این که انسان از زمانی که متولد میشه انسان مکرم هست، یعنی دارای احترام و ارزش هست. بله. و اگر همین احترام و ارزش را میتونه حفظ کنه یا حتی میتونه او را ارتقا بده به مقامات بالاتر، درست. و حتی میتونه باعث سقوطش بشه، یعنی میتونه اون کرامت انسانی خودش را از دست بده، هم میتونه حفظ کنه هم میتونه که از دست بده، از دست بده، حتی میتونه او را به مقامات خیلی بالاتری هم ارتقا بده، یعنی خود یک انسان میتونه او را از دست بده، یا اینکه اصلا میسن احترام گذاشتن یکی است که خود یک انسان دیگران به او احترام میگذارن، یا اینکه ما چه قسمی رو بیان کنم، ببین متقابل است، دقیقا یک امر کاملا متقابل هست. که هم یعنی کسب او کرامتی که خب ما میگیم که در انسان وجود داره، یه حالت احترام حس ارزشمندی که در انسان وجود داره، دقیقا یک بحثی هست که هم میتونه نسبت به رفتار اطرافیان، به طور مثال من به عنوان یک فرزند میتونم که این احترام و کرامت را از سمت والدین خودم کسب کنم، درسته. و یا اینکه میتونم با اونون یک شخصی باشم که همواره او ارزش‌های خودم را به دنبال پیدا کردنش باشم و او را در خودم تقویت کنم. احترام شدن و احترام کردن، تکریم کردن، تکریم کردن، یعنی این دو دو مورد میتونه که از روش‌های برای نفرها باشه، درست. یک روش کاملا مطمئن و بسیار کاربردی در زمینه تربیت هست، مخصوصا خانم زهره عزیز در زمینه تربیت فرزند. بله. بسیار تأکید شده که خب شما حتما زیاد هم در روایات خواندیم از ائمه معصومین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم، که اینها بسیار بزرگان ما به فرزندان و کودکان بسیار توجه می‌داشتند. بله. حتی یک روایتی از حضرت رسول اکرم هست که می‌فرمایند که شما وقتی که کودکی وارد میشه، حتی برای او یک جای باز کنید، برای بله. نشستن، یک مکانی رو برای نشستنش او را برایش یک وسعت یعنی یک همچین مکانی را، و این واقعا نهایت تکریم و احترام هست برای در حق یک بزرگتر نسبت به یک فرد خردتر، این یک شخص کلان نسبت به یک فرد خردتر. و این حتما یک دلایلی داره، این تکریم و احترام گذاشتن و تکریم و احترام کردن افراد، خب مسلما به دنبال از او یک اهدافی وجود داره، قطعاً همینطوره، دلایلی وجود داره. بله. و ما چون میگیم یکی از روش های خب تربیتی همین هستش، مهمترین اثر همین احترام گذاشتن و تکریم افراد بالاخص کودکان این هست که ما به اونها یک حس ارزشمندی میدیم و همین احساس ارزشمندی باعث میشه که اونها در یک مسیر تربیتی درست و صحیح قرار بگیرن. درست. شما تصور کنید که یک فرزندی مورد تحقیر و توهین قرار بگیرن، یعنی ما فرزند خودم رو همواره مورد تحقیر قرار بدیم، مورد سرزنش، سرزنش کنیم، و هیچگاه او را خب اون
داشته هایش را و توانایی‌هایش را برجسته نکنیم. یا همچنین فرزندی را شما مقایسه کنیم با یک فرزندی که شما دائما در حال احترام گذاشتن به او هستیم و او را تحسین میکنیم. یعنی البته اینهایی که ما میگیم در مسیر صحیح و اصولی هست، یعنی به او سلام میکنیم، به او احترام میگذاریم. خب از لحاظ شخصیتی اینها کاملا با هم متفاوت هستن. کسانی که به اونها احترام گذاشته میشه احساس ارزشمندی دارن، اینها عزت نفس بالایی دارن. بله، چون شخصیت شکل میگیره. شخصیت شکل میگیره خصوص در دوره کودکی و... شخصیت یک کودک از همون دوران کودکی شکل میگیره و کودکانی که در احترام و تکریم باشه و با اونها توجه شوه به نوع مختلف، یعنی علاوه چه استعداد، چه رفتار، چه گفتار، همه این موضوعات اگه در نظر بگیریم با احترام و تکریم با آنها شخصیت آنها شکل میگیره. دقیقا همینطور است. واقعا اینها یک مسائل هست که خب ما در بحث تربیت فرزند واقعا بسیار با توجه کنیم که وقتی که میگیم که خب یک فرزند رو ما میخواییم احترام کنیم یا تکریم کنیم، درست. دقیقا به چه روش هایی باشه؟ دقیقا حالا این روش هایش بانیم بعد از میان برنامه که وقت میان برنامه ما گذشت. عزیزان همراهی کنین بعد از یک وقفه برنامه روشن. تشکر از همراهی همیشگی شما فامیل ها و خانواده های محترم، شما مادرها و پدرهای عزیز و حتما جوانان و نوجوانانی هم در کنارتان هستند و بیننده برنامه روشنا هستند. بسیار خوشحال هستیم که در جمع صمیمی شما خانواده های عزیز و محترم قرار داریم. گفتیم محترم، بله، ما احترام میگذاریم به همه شما عزیزان و خانواده های محترم و همه کسایی که بیننده برنامه هستند و این احترام گذاشتن حق شما هست و چه خوب است که در کنار همدیگه که هستیم احترام متقابل داشته باشیم و با این احترام گذاشتن به همدیگه بتانیم صمیمیت خود ما را دوچندان کنیم و با این احترام گذاشتن در حقیقت محبت خود ما را به همدیگه ابراز می داشته باشیم. بسیار از خانواده های عزیز هستند که بسیار زندگی زیبایی دارند، احترام می مانند به همدیگه و به این طریق هست که مهر و محبت و دوستی و صمیمیت خودشان را در اعضای خانواده و در جامعه زیادتر می کنند. پس این احترام گذاشتن چقدر زیبا هست و چقدر می تواند مفید باشد در زندگی ما. خب خانم عالمی، گفتیم که احترام ماندن و احترام گذاشتن، حالا اگر در کودکی و خردسالی باشه که باعث میشه که شخصیت آنها شکل بگیره، حالا در بزرگسالی هم به هر حال میتونه یک جنبه های بسیار خوب و مثبت را ارائه بده، درست است؟ قطعا همینطوره، چون که انسان همیشه نیازمند ای هست که مورد تکریم واقع بشه، چرا که ما همونطور که گفتیم بحث کرامت انسانی، یعنی کرامتی که گفتیم یک بحث ذاتی هست که خداوند در وجود هر انسان قرار داده، یعنی کرامت انسانی یک بحث، کرامت ذاتی یک موهبتی هست از سمت خداوند که در انسان قرار داده اورم، ولیکن همین که انسان نیازمند این هست که مورد احترام قرار گذاشته بشه، این منشأش چی هست؟ همین بحث کرامت ذاتی هست که خداوند در انسان قرار داده. بنابراین هر شخص در هر سنی
فرق نمی کنه چه در سن کودکی باشه چه در سن بزرگسالی، نیازمند این هست چرا که فطرتاً دارای کرامت انسانی هسته و در هر سنی نیازمندی هست که به او ارزش گذاشته بشه، یعنی مورد احترام قرار بگیره و ارزشمند واقع بشه. و همین ارزشمند واقع شدن باعث میشه که بسیاری از خطاها از انسان حتی سر این انسان ممکن است دچار کمتر خطاهای کمتر بشه. شما وقت تصور کنید که در یک محفل یا در یک مکانی هستین که احساس میکنین که همه نسبت به شما یک دید مثبت دارن، شما یک احساس ارزشمندی اینجا دارین، بعد نسبت به تمامی رفتارهایتون کنترل دیگه‌ای دارین نسبت به گفتار خودتون و این بسیار تأثیر داره در اینکه خب چه رفتارهایی ممکنه از شما سر بزنه و چه گفتارهایی ممکن است از شما واقعا صادر بشه. قطعا این تأثیر خواهد داشت حتی در سنین بزرگسالی هم که جلوی بسیار خطا و اشتباهات را همه احساس ارزشمند بودن و احساس عزت نفسی که ناشی میشه از چی؟ از احترام گذاشتن و همون کرامت ذاتی انسان هستن. دقیقاً، بله. و حالا خب در میان برنامه قبل گفتیم که یک روش هایی هست برای احترام گذاشتن به فرزندان. بله، یعنی چه قسم ما احترام بانیم؟ واقعاً این بسیار خوب مهم هست. شما وقتی که یک طفل از دوران کودکی درست تربیت کنیم، قطعا در زمانی که به سنین بزرگ بالاتر میرسه، به نوجوانی یا جوانی یا به بزرگسالی میرسه، خب کمتر دچار مشکلات تربیتی میشه. گرچه که انسان همیشه نیازمندی هست که خودش را تربیت کنه، بله، حتی بله. در هر دوره نیازمندی هست که به خودش مراقب خودش باشه، ولیکن هیچ مراقبه خشت اول نهد معمار کرد تا سریا رود دقیقاً همینطور است. بله. یکی از روش‌هایی که باعث میشه که خب او احساس احترام در فرزند موجب رشد و شخصیت او بشه هستش که حقوق فرزند رو مراعات کنیم. بله، یعنی شما واقف باشین به اولین به حقوق اولی یک کودک. شما حقوق اولیه کودک چیست؟ ما با عنوان یک مسلمان اولین وظیفه ما هست که یک نام نیک برای فرزندمون انتخاب کنیم. بله. چرا که نام نیک گذاشتن خودش میتونه در سطح جامعه بر روی روان فرزندان ما بسیار تأثیر بگذاره. درسته. و به او ادب رو بیاموزیم، آموزش ادب، آموزش بسیار از اصول عقاید، مخصوصا بسیار توصیه شده که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که توصیه کردن که در سنین کودکی به فرزندانتون، یعنی فرزندانتون رو با قرآن انس بدین. بله. و یکی از حقوقی است که به عهده پدر و مادر گذاشتن. بله. بنابراین اگه ما بدونیم که فرزندان ما چه حقوقی دارن و ما حقوق اونها رو ادا کنیم، در حقیقت یکی از راه های تربیتی را یا به او احترام گذاشتیم، چرا بله. که باعث شدیم که او را در جامعه مورد تکریم قرار بدیم. بله، به خواسته هایی که داره احترام میگذاریم. احترام میگذاریم و همین ها باعث میشه اگر ما حقوق اونها را رعایت کنیم. درسته. در سطح حالا یا فامیل هسته یا جامعه هسته اینها خب مطرح میشن، شما باعث میشین که بقیه هم دیگران هم به اونها احترام بگذارن. وقتی فرزند شما یک فرزند مؤدبی باشه، وقتی که اصول اولی یک تربیت را اینها آموخته باشن، همه جا مورد احترام هستن. درست. و یکی دیگه از روش هاش هم همین است که در حضور دیگران به فرزندان خودمون احترام بگذاریم. احترام گذاشتن در حضور دیگران به فرزندانمون این موجب میشه که خب دیگران هم دقیقا متقابلا مثل خودمون نسبت به فرزندانمون احترام داشته باشن. درست. حتی برعکسش هم صدق میکنن. شما اگر به فرزند خودتون در حضور دیگران توهین کنین، تحقیر کنین، بله. همین باعث میشه که دیگران هم به خودشان جرأت رو بدن که نسبت به فرزندان خود فرزند بله. ما دقیقا همین رفتار رو داشته باشن. درسته. یعنی شاید من مثالش رو بسیار دیده باشم که یک پدر یا مادری نسبت به فرزندش یک سرزنش یا یک توهین یا تحقیر انجام داده، بله. و دقیقا دیگران هم همین رفتار رو با او فرزند داشتن، چرا که تصور میکنن خب این یک فرزندی است که خب شایسته همین رفتار هستن. اصلا ناخودآگاه در ذهن هر کسی، گرچه این رفتار واقعا رفتار درست نیست، ولی که بسیار تأثیر میذاره. و از اون طرف هم همینطور، یعنی ما هر چقدر به فرزندان خودمون احترام بذاریم، بله، دیگران هم احترام دقیقاً او را در جایگاهش در مقابل دیگران بالا بردیم. حالا صحبت شما مرا به یاد یک گپ دیگه هم آورد، به این گپ که گاهی وقتا انسان خودش به خودش احترام نمیمانه. درست؟ خودش را تکریم نمیکنه، به خودش احترام نمیمانه، و زمانی است که وقتی خودش به خودش احترام نمانه و به خودش قائل نباشه، دقیقاً به خودش ارزش قائل نباشه، مسلم است که دیگران هم به او ارزش قائل نیستن و احتمال دارن که به او را تکریم نکنن و حتی به او احترام نمانن. دقیقاً همینطور هستن.
یکی دیگه از مواردی که خب خیلی تأثیر میگذاره برای اینکه خب شخصی فرزندان ما در مسیر درست تربیت قرار بگیرن از لحاظ شخصیتی که مورد احترام هم قرار بگیرن، این هست که ما فرزندان ما در محیط هایی اونها را قرار بدیم که واقعا اون محیط ها هم مناسب فرزندان ما باشن. خب میکنه یک وقتی یک جوی باشه که به هیچ عنوان نه به لحاظ سنی و نه به لحاظ موقعیت مناسب سن فرزندان ما نباشه، یا از لحاظ فضایی که در آنها قرار میگیرن، فضا که میگیم یعنی اون حالتی که خب رفتارهایی که ممکن است در اون فضا باشه، ممکن است بسیاری از او بی احترامی ها نسبت به فرزندان ما بشه و همین به احترام و ارزشمندی فرزندان ما ممکنه واقعا خدشه ایجاد بشه. بنابراین بردن فرزندانمون در محیط هایی که آرام هسته و از یک جو مذهبی و از لحاظ روحانی و روحی در یک جو کامل مساعد قرار بداره، اینها باعث میشه که خب قطعا فرزندان ما در اون جو ها خب قطعا یک روح روان اونها کاملا از لحاظ احترام و ارزش اینها مورد تکریم واقع بشن. ولی خب خدای نکرده شما همین فرزندان رو اگر در یک جوی که نادرست باشن در وارد اون جو ها بکنین، قطعا بسیاری از اون آثار روحی و روانی که بر این فرزندان ما قرار میگیره اینها باعث دقیقاً روی این مسائل نیست تأثیر خواهند گذاشت. پس ببینید، ما از صحبت های شما قسم متوجه شدیم که ما دو نوع احترام و تکریم داریم. یک تکریم که خداوند ذاتی برای ما عطا کرده، اعطا کرده او را، و یک نوع احترام است که اکتسابی هست که ما میتونیم او را به دست بیاریم و میتونیم او را به هر حال افزایش بدیم او را و به راه های مختلف بتونیم را تقویت کنیم. درست است؟ دقیقا همینطور هست. و این که خب راه هایی هم که گفتیم میتونه تقویت کنه همین هست که خب نسبت به فرزندانمون که حالا ما گفتیم درست؟ که به اونها احترام بگذاریم، به اونها سلام کنیم، نسبت به اونها وقتی که بر ما وارد میشن برای اونها جا باز کنیم که در احادیث بسیار آمده، اینها خودشون واقعا در آینده هم بازخورد هایی خواهند داشت. یعنی اگر ما به فرزندانمون این احترام رو بیاموزیم، دقیقاً این احترام ها متقابلا به خودمون برخنگش. یعنی ما اگر به فرزندان خودمون احترام بگذاریم، اگر اینها زمانی به سنین نوجوانی و جوانی برسن، همین احترام رو نسبت به خود ما و نسبت به سایر افراد متقابلا خواهند داشت. یعنی اگر ما روش های تکریم و احترام به خود را که همون اکتسابی هست که به دست باید بیاریم، روش های او را باید بفهمیم، باید متوجه باشیم که چه روش ها و چه عملکردهایی میتونه باعث افزایش تکریم و احترام ما شود در زندگی که داریم. چون ما گفتیم که او احترامی که تکریمی که اکتسابی است را باید او را کوشش کنیم که تقویت کنیم. دقیقاً حالا چه در کودکان چه در بزرگسالان فرق نمیکنه، همه ما نیازمند این هستیم که باید مورد تکریم و احترام قرار بگیریم و این نوع احترام و تکریمی که اکتسابی هست را باید او را ما روز به روز پرورش بدیم و گسترشش بدیم. درست؟ دقیقاً همین. چرا باید ما او را تقویت کنیم؟ چرا این احترامی که به صورت اکتسابی هست، حالا فرقی هم نمیکنه علاوه سن و سال، چرا باید ما او را تقویت کنیم و بتونیم روز به روز باعث پیشرفت او شویم؟ اصلا خانم زهری، احساس ارزشمند بودن یک نیازی هست که فطرتاً در انسان وجود داره. یعنی نیاز انسان همواره نیازمند این هست که مورد احترام واقع بشه. چون نیاز یک انسان یک نیاز کاملا طبیعی هست، همونطور که ما گفتیم از کرامت ذاتی انسان منشأ میشه. و اگر در هر دوره‌ای این نیاز متوقف بشه، قطعاً آثار زیانباری خواهد داشت. این حتی روانشناسان میگن که بسیاری از ناسازگاریایی که فرزندان در زندگی هایشان در آینده در زندگی مشترکشون دارن، ریشش برمیگرده به دوران کودکی که اینها او احساس ارزشمند بودن و احترام نسبت به اونها رعایت نشدن. شما این یک فرزندی رو تصور کنید که خب این در یک محیط خانوادگی بزرگ شده که دائما مورد تحقیر و سرزنش قرار گرفته و کوچکترین احترام و تکریم از سوی والدین برای صورت نگرفته. یعنی هیچ گونه احترام به او گذاشته نشده و همواره تحقیر شده. خب در زندگی آینده وقتی وارد زندگی میشه، تمام اون محبت ها و اون احترام روی که در دوران کودکی از خانواده خودش نداشته را همیشه با اون یک شخص طلبگار مطالبه میکنه. و این میشه که به حال نمیتونه وارد جامعه و اجتماع شوه، اصلا نمیتونه ارتباط برقرار کنه، اعتماد به نفس دیگه نداره. دقیقاً همینطور کاملا در مسیر زندگی خودش
خودش همیشه مورد توهین و تحقیر قرار گرفته. یک انسان منزوی میتونه، بله بله، نمیتونه یک انسان موفقی باشه، چرا که هیچگاه استعدادها و توانمندی‌هایی از او دیده نشده، مورد تشویق قرار نگرفته و خود از این خودش میتونه یک نوع روش‌های تربیتی باشه که ما در بیان می‌کنیم، چون اصل موضوع ما همین روش‌های تربیتی هست که احترام و تکریم خودش یک نوع تربیت صحیح والدین میتونه باشه. خب در سنین بالاتر چطور خانم عالمی؟ حالا خود در کودکان مورد توهین سرزنش قرار نگرفتن، مورد ای که ما بتونیم اینها را مثلا سرزنش نکنیم، توهین نکنیم، تحقیر نکنیم و احترام بانیم، درست؟ خب این میشه در دوران کودکی. حالا اگه در بزرگسالی ما قسم باشیم که بتونیم تقویت کنیم تکریم و احترام در وجود خود ما، اینها را چه قسم و چگونه باید باشه، بعد از یک میان برنامه صحبت و گفتگو میکنیم و تقدیم عزیزان بیننده. همراه ما باشین بعد از یک وقفه. اللهم صل على محمد المصطفى همراهی میکنین برنامه روشنا را از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری و با برنامه روشنا هر روز مهمان خانه های شما عزیزان هستیم با موضوع روش های تربیتی امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه. موضوع امروز ما هست و گفتگو میکنیم در بخش پایانی و میخواییم که بیشتر از روش های تربیتی را که در رابطه با احترام و تکریم هست با شما عزیزان گفتگو کنیم. خانم معلمی، پس روش های تربیتی را شما اینگونه بیان کردین در مورد تکریم و احترام که تکریم و احترام ذاتی هست، خداوند به ما عطا کرده و اعطا کرده او را، و بعضی از مورد دیگه از احرام و تکریم اکتسابی هست که ما او را باید به دست بیاریم و تلاش و کوشش کنیم و آگاهی های لازم را پیدا کنیم که چه قسم میتونیم او را تقویت کنیم و چه قسم میتونیم باعث گسترش او شویم. چرا؟ بخاطر از اینکه احترام و تکریم بسیار بسیار میتونه مفید باشه برای ما، علازی که وقتی که انسانی که مورد تکریم و احترام قرار میگیره و تکریم و احترام خودش را حفظ میکنه، باعث میشه که اعتماد به نفس داشته باشه، باعث میشه که دیگران به او بیشتر توجه کنه و بیشتر به او اعتماد کنه. حتی خب این گونه افراد میتونن یک افراد موفقی باشن در زندگی. حالا شاید ما اگر که بررسی کنیم و ریشه یابی کنیم، شاید دلایل عمده کسایی که انسانهای موفقی نبودن در زندگی و دچار ناکامی هایی بودن و موفقیت های زندگی خودشان را همیشه احساس میکنن که در بدشانسی ها مرور میکنن، شاید اگر ریشه یابی شود، شاید بیایم یکی از دلایلش همی باشه که احترام و تکریم نشدن، و یا اینکه احترام و تکریم و احترام و تکریم خودشان را حفظ نکردن، احترام خودشان را حفظ نکردن. بسیار ساده و بسیار خلاصه اگر بیان کنیم، درست؟ همینطور است. و خب همطور که شما فرمودین، یکی از سوالی که شما فرمودین در برنامه نیمبرمه قبلی گفتین که خب چطور میشه که یک فرد بزرگسال را ما مورد احترام و تکریم قرار بدیم و یک روش بشه برای اینکه او را خب پرورش بده، یعنی تربیت کنه، یعنی در جهت تربیت یک شخص این روش صورت بگیره. خب بحث تربیت، خب میگم یک بحثی نیست که ما بگیم که فقط صرف مخصوص اطفال باشه یا نوجوانان یا جوانان، یعنی در هر سن انسان نه همواره باید خودش را تربیت کنه و از خودش محاسبه بکشه و مراقب اعمال و رفتار خودش باشه. بله، یکی از این روش هایی خب میتونیم حتی در خصوص بزرگسالان هم استفاده کنیم.
از روش احترام گذاشتن و تکریم گذاشتن همین بحث تجاهل و قفلت هست، یعنی تغافل. اینکه ما نسبت به، خب شما می‌دونید که در رفتارهای زندگی خودمون، یعنی در طول زندگی، یک شخص ممکنه بسیار در زندگی خودش خطا کنه، یعنی اشتباه انجام بده، و خب اشتباهات و خطایی که ما انجام بدیم اگر خب اینها ظاهر بشه، به طور مثال در یک فامیل یا در یک بین یک فامیل بزرگ، حالا یا خرد هست یا کلان هست، اگر این اشتباهات و خطاها ظاهر بشه، ممکنه خب یک شخص را دچار احساس حقارت و او اعتماد به نفس کم، یعنی ممکنه یک شخص واقعا احساس شکست کنه در وجود خودش. ولی اگر دیگر افراد واقعا نسبت به اون خطاهای اونها، اشتباهات اونها، یک حالت چشم پوشی داشته باشن، اینها را نبینن، درسته، همین خودش باعث میشه که واقعا این شخص رشد کنه. همین اشتباه شخص باعث رشد این شخص میشه، حتی چرا که ممکن است با خودش بگه که خب من حالا یک خطایی را از من سر زده در مقابل این خواهرم، برادرم، یا پدرم، یا مادرم. درسته. حالا این چشم پوشی کرده، خب من سعی میکنم که دیگه این را تکرار نکنم. و واقعا ممکن است در درون خودش یک احساس، قطعا احساس ارزشمندی داره، و در کنارش یک نکته تربیتی که دیگه او رو تکرار نکنه اشتباه را. خب خانم عالمی، شاید برعکس هم عمل کنه، شاید اون نفر وقتی که دیگران اغماز میکنن و چشم پوشی میکنن از خطا، خب شاید او متوجه خطا نشه، شاید بگه کار ما صحیح بوده، شاید بگه که اشتباه نبوده. ممکن است هم دقیقا همینطور هم نتیجه بده، یا حتی ما یک جاهایی نباید بگذاریم چشم پوشی کنیم. یک جاهایی باید شاید یک توجهات یا یک اشاراتی باید وجود داشته باشه که شخص متوجه اشتباهات خودش باشه، که البته او شخصی هم که باید او شخص را که مورد خطا انجام داده، باید در جایگاه او کسی باشه که به او تذکر بده. درسته. ما جایگاه نوع تذکرش باید درست باشه، هم نوع تذکر یا جایگاه، این که خب میتونه پدر باشه، مادر باشه، یک شخصی باشه که این جایگاه خودش رو بشناسه. یعنی هر شخصی به هر شخصی نمیتونه که حق رو به خودش بده که یک شخص رو خب متذکر بشه، بخوای او رو تنبیه کنه یا تعدیب کنه. گرچه متاسفانه ما یکی از مشکلاتی که الان واقعا میبینیم در بین فامیل هایی هست اینه که یک شخص ممکنه اشتباه کنه و یک عده میخوان این رو تعدیبش کنن و بگن خب ما حالا این رو یک تنبیه میکنیم که دیگه یک درس عبرت باشه برای همیشه. بله. در صورتی که خب خیلی از ماها واقعا در جایگاه این نیستیم که یک دیگر واقعا تعدیب کنیم. همین احساس این که ما یک دیگر رو میخواییم تعدیب کنیم، بله، همین خودش باعث وجود آمده بسیار از مشکلات میشه، و حتی اون شخصی که ما میخواییم تعدیب کنیم حتی ممکنه نتیجه عکس هم بده. بنابراین این حالت چشم پوشی کردن، در هر صورت خانم زهره عزیز، چشم پوشی و تغافل نسبت به اشتباهات و خطاهای دیگران یک روشی هست که درصد خطاش بسیار کم هست. یعنی شما هر چقدر از خطا و اشتباه دیگران، از کوتاهی اونها، حالا خطا اونها ممکن است در مقابل ما بیشتر بگذاریم، خب اونها ممکن است واقعا یک روزی به این نتیجه برسن که خب نیت ما خیر هست. درسته. و این دقیقا برمیگرده به نیت اون شخصی که میخواد نسبت به اون شخص چشم پوشی داشته باشه. اگر ما واقعا نیت ما این باشه که خب از اون میگذاریم و میخواییم که او را به او متوجه کنیم که خب پس من این خطای تو رو این بار نادیده میگیرم، ولیکن به شرطی که تو دیگه رو تکرار نکنی. یعنی منظورت از که این چشم پوشی و اغمازی که ما میکنیم نسبت به بزرگترها خودش یک نوع احترام کردن است. دقیقا این هم احترام کردنه که یک اثر تربیتی بسیار خوب هم در افراد داره. ما حتی ایره در سیره انبیا هم میبینیم، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که دشمنانشون میمدن از ایشون با سنگ استقبال میکردن، خب پیامبر چیکار میکردن؟ فقط برایشون دعا میکردن برای هدایتشون، حتی به عیادتشون رفتن. دقیقاً اون شخصی که اون شخص یهودی که خاکستر و خاکجارو منداختن بر سر پیامبر، پیامبر به دیدارش رفتن و مسلمان شد. و این واقعا یک اثر تربیتی، این خودش چشم پوشی هست، و حتی این در اغماز و چشم پوشی ما در حقیقت دو تا پیام رو می‌خوایم به شخص برسانیم. یکی این که ما خودت برای ما ارزش داری، فعل توست که برای ما مشکل، یعنی ما با فعل تو مشکل دارم. یعنی مهمترین پیامی که ما در اغماز و چشم پوشی می‌خوایم به طرف مقابلمون برسانیم این که ما با فعل و رفتار تو مشکل دارم، نه با خودت. در صورتی که ما متاسفانه در رفتارهای خودمون بیشتر به طرف مقابلمون ایر القا میکنیم که تو یک شخص نفرت انگیز هستی، تو یک شخصی هستی که واقعا ارزش نداری. بله. ولی وقتی به همون کرامتی که خداوند به ما عطا کرده به همون ما ارزش قائل میشه. دقیقا
دقیقاً وقتی که اغماز و چشم پوشی میکنیم دقیقاً این دقیقاً مطابق با همین سیره حضرت رسول اکرم. و ما خب شخص میگیم این در روانشناسی هم بسیار تاکید شده که میگن خب شخص رو خودش رو وقتی میخوای یک شخص رو میخوای انتقاد کنی یا نقد کنی خود شخص رو انتقاد نکن بلکه رفتارش رو انتقاد کن. بله یعنی ما رفتار افراد رو ما باید ارزیابی کنیم نه شخصیت یک رفتار. شخصیت یک شخصی که از او ممکن است حالا یک رفتار ناشایست یا ناپسند از او سر زده باشه. بنابراین یکی از روش‌های تربیتی بسیار مؤثر حتی در سنین بالا هم که میتونه بسیار مهم باشه همین بحث تقافل هست نسبت به همدیگر که از خطاها و اشتباهات همدیگر چشم پوشی کنیم و حتی خطاها و اشتباهات یکدیگر را ما حتی خوب تصور کنیم یعنی بدی های اونها رو نیکی تصور کنیم ما نیکی ببینیم. اگر کسی در حق ما بدی میکنه یک نوع یک از مسائل دیگه اش میتونه همین باشه. خب اگر ما بدی ها رو نیکی بسنجیم خب این گسترش ترویج بدی نمیشه؟ خب بستگی به نوع بدی هم داره ولی خب. اگر یک نفر رو ما میبینیم که خب قطعا اینها باید تفکیک بشه ما هر بدی رو نمیتونیم به نیکی تبدیل کنیم. حالا یک نفر هست که مثلا بدی میکنه درست؟ خب اگر همش همیشه او را ما بدی های او را بیایم به خوبی ها مبدل کنیم و این قسم برداشت کنیم خب اون نفر میگه که خوبه نه دیگه خوب است دیگه ما غیر امی بدی میکنم اون دیگه را کل خوبی ها را برداشت میکنه. قطعاً خانم زهوری خب ترویج بدی میشه اون نفر تشویق میشه به ای که همیشه بدی کنه. خب بستگی میگم بستگی به نوع بدی داره و بستگی به ای داره که او شخص در چه جایگاهی از زندگی ما قرار بگیره و قطعاً به این که ما چطور با او رفتار کنیم یعنی اگر ما او بدی او رو چجوری ما به خوبی تبدیل کنیم. اگر ما یک شخصی ره به طور مثال یک شخصی هست که همواره به ما حسادت میکنه خب اگر ما تمام حسادت ها و کینه های او را با رفت آمد کردن با خوبی کردن با او پاسخ بدیم قطعا یک روزی جواب مثبت خواهد داد. یعنی یک روشی هست که قطعا نمیتونه جواب منفی داشته باشه و اگر چیزی باشه که بخواد پیام منفی داشته باشه صرف برای خود او شخص بدی کننده است نه با کسی که در مقابل او یک رفتار داره. درست. یعنی ما در بسیاری از موارد میتونیم در مقابل بسیاری از بدی ها را به احسان تبدیل کنیم که این در سیره معصومین هم بسیار رواج بوده و این را حتی میتونیم وقتی که ما حتی بدی های دیگران را به خوبی تعبیر کنیم نگاه ما مثبت میشه نسبت به افراد و این واقعا گستره احترام ما نسبت به افراد بسیار افزایش پیدا میکنه. هر انسان یک وجدان داره و او کسی که بدی میکنه مسلم است که خودش متوجه هست که مسیری که میره و رفتار اعمالی که انجام میده مسلم است نادرست هست و به این طریق وقتی که دیگران هم به او خوبی میکنه مطمئنم یک روز خجالت زده میشه و مطمئن میشه که مسیری که میره اشتباه است. و چه خوب است که گاهی وقتا تذکر و یادآوری دیگران هم وجود داشته باشه که بتانه اون مسیر خوده که گاهی وقتا امکان داره که نادرست میره را هم پیدا کنه. بسیار خوب خانم علمی زنده باشین جان سپاس و شما عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردین از شما هم تشکری میکنیم. موفقیت شما را از خداوند خواهان هستیم. یک زندگی پر از آرامش و عمر با عزت را از خدای بزرگ برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. موفق و پیروز و سربلند باشین. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.